سلام احترام خدمت همه شما دوست عزیز و بیننده گرامی. خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال باشین در هر کجایی که هستین. دوست عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگه از گزارشات که امروز میخوایم یک مقدار سبزی خوردن جمع آوری کنم که از قبیل پیاز است، گشنیز و مولی سرخاگ. دوست عزیز لطفاً مر بیننده باشین و مر همراهی کنید. دوست عزیز، پیاز میخوایم یک مقدار از پیاز بکنم. دوستا چوره در این صورت سرش تراش کدوم، خلاصه امروز ازی میخوایم این قسمی از زیر خاک خریز خریز کنم تا این زود کنده شنه و دیگاهش هم دوستا آسیب نمیگیرنه در این شوه. دوستای عزیز، اینیزی از اول کورت شروع کردیم که دیگه خلاصه زیاد خرابی هم نکنم. زی یک طرف هم تکنده موریم دوستا، این دیگه صورت یه چوب خیلی خوبه دوستای عزیز که امو قسمتی که میخوای امو پیاز کندش نه فقط در زیر امزو مثل اینزی، یعنی آلما این پیاز رو میخواییم بکنم از زیرش انت یک ذره انت بالا کنی دیگه خودش کنده میشه، دیگه نیاز نیه کش کنی زور در خرج بدی. نهی صورت دوستا عزیز، ما اینقدر پیاز کندیم جمع آوری کردیم و میخواییم یالی یک مقدار گشنیزم دوستا جمع کنم. دوستا عزیز، یعنی گشنیزم مثل چیز واری مثل پیاز واری، البته بازی هایش یعنی تر قد چیز خونم قدرشه، اما باید ایره کم زیادتر هم پالوش کور کنیم تا جای دیست شونه. بعد این رقم این قسمی این رو میکنیم دوستای عزیز، چون گشنیزم باید قدری شکم داشنه. یعنی در این صورت دوستا ما این رو اول خلاصه میکنیم جمع مونیم، بعد دوباره این را دسته دسته مونیم. شما بینید از مو باشین دوستایی را یالی موشیم و باز مرحله بعدی زمان استفاده بازی را خوب سیه دستش باز موشه خوب شسته میشه. دوستای عزیز، اینه قدر مولی سرخک دوستای عزیز جدا کده منم. دوستان ما فعلا همو قدری را آبکش مونیم که همو خاکایش باره دیگه اوتر اساسی یال نموشیم. دوستان
سبزی تازه هسته، چی مولی سرخه هسته دوستا، و اینم گشنیز هسته، یعنی چهار نوع سبزی دوستای عزیز که در فصل زمستان و هوای سرد واقعا یک سبزی های خوب و تر و تازه که در فصل زمستان در سردی هوا و در برف به هیچ عنوان نمیشه که همچین سبزی های در بیرون آدم خلاصه کشت کنه، برداشت کنه. دوستای عزیز، یعنی بود گزارشی امروزی از مو که یک مقدار سبزی خوردنای متنوع جمع آوری کردیم. خدا کنه که از این گزارش خوش اومده باشه، لذت برده باشین، و تا گزارش بعدی شما رو به خداوند یکتا و به همتا میسپارم. خداوند یارو نگهدار همه شما دوستای عزیز.